سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه برگه تاریخ با یوسف اردلان هستیم و نگاهی میکنیم به دو رویداد، یکی اعتراضات مردمی در فرانسه است و دیگری باز در همین فرانسه و در واقع نشست و تظاهرات در واقع اجلاس جهانی ایران آزاد 2023 سازمان مجاهدین که با شرکت پنس، مایک پنس و استفان هارپر، لیز تراس و امثال هم در واقع شکل گرفت. هدفهای اون و رقابتهای دو کمپ مجاهدین و سلطنت برای جلب قدرت‌های بزرگ امپریالیستی. درود بر شما یوسف عزیزم. درود بر شما و بینندگان گرامی. از آغاز اعتراضات مردمی توی فرانسه که در پی کشته شدن یه جوان توسط پلیس فرانسه انجام شد، دو فریاد و دو نگاه به این اعتراضات جلب توجه میکنه. یکی این که بخش مهمی از رسانه‌های جهان یک سکوت کامل رو در مقابل در رابطه با زمینه‌های این رویداد، زمینه‌های این اعتراضات در واقع میبینیم و از طرف دیگه بسیج شدن اکثر این روزنامه‌ها و رسانه‌های دست راستی برای در واقع نشان دادن و تخطی این اعتراضات و مقابله با اون به عنوان شورش های خشونت آمیز، آشوب و وحشیگری ها و درگیری های خشونت آمیز، غارتگری ها و نارامی ها و با در واقع دستچین کردن بسیاری از عکس ها و فیلم های از این اعتراضات که نشانه های خشونت این حرکت ها رو نشون میده و نشون دادن این که اکثر این جوانان فرانسوی اروپایی نیستند و خارجی هستند و خارجیانی که بیشتر از آفریقا اومدن و شمال آفریقا ریشه های خارج فرانسوی ندارند و زمین هایی که در واقع نشان دهنده اعتراض محله های حاشیه نشین در پاریس و اطراف اونه در و بسیاری از شهرهای دیگه، حاشیه هایی که تا حد زیادی از متن توسعه اجتماعی از در فرانسه خارج شدن، حاشیه هایی که مطلقاً بهشون توجه نمیشه، حاشیه هایی که آموزش و رفاه و زندگی درشون بسیار مفقوده است و سیاست‌های نئولیبرال مدام و مدام اونها رو به حاشیه‌های پرتری پرتاب می‌کنه، حاشیه‌هایی که اعتراضات و بیگانگی این جوانان رو نسبت به طبقه مسلط، سیاست‌های مسلط خودش رو نشون میده. شما چگونه می‌بینید این قضیه رو؟ چرا که مسئله حاشیه شدن مسئله مربوط به فرانسه نیست، مربوط به بسیاری از کشورهای جهان سرمایه‌داری است. حاشیه‌های بزرگ در بسیاری از کشورها هست علیه و اعتراضاتی که علیه این سیاست نئولیبرال هست در بسیاری از کشورهای جهان. شاید اکنون حاشیه‌ها بزرگتر از مراکزند، از تهران و مشهد و تبریز و اصفهان و اهواز و شیراز بگیر و حاشیه های اون که توسط سیاست های نئولیبرال و سیاست های غارت سرمایه انجام میشه تا پاریس و لندن و نیویورک و لس آنجلس تا جاکارتا و کاراکاس، همه جا ما حاشیه ها رو میبینیم و حاشیه هایی که پرت میشن و روز به روز حاشیه تر و محرومتر از در واقع سیاست زندگی، رفاه، آموزش و برابری. هرچه بیشتر از سیاست‌های دولت رفاه
دور میشیم، هرچی بیشتر از سیاست های کمک های اجتماعی و تأمین اجتماعی و آموزش و بهداشت رایگان این دولت ها دور میشن، حاشیه ها گسترده تر و فاصله های طبقاتی عمیق‌تر میشه و اعتراض ها رنگ خشونت آمیز بیشتری پیدا میکنه. شما چگونه میبینین با توجه به اینکه در متن پاریس و احوال و اوضاع اونجا هستید؟ خیلی نکاتی رو که شما به طور مفصل و وسیع صحبت کردید از نظر این حاشیه ها و اینکه اینا در مخصوصا بگیم پاریس که در واقع فرانسه مرکزیه با خصوصیات اجتماعی که داره، مرکز تظاهرات اعتراضات و تمام اینا هست. چند سال پیش مثلا 2-3 سال تمام با پدیده جلیق زرد ها سر و کار داشتیم که بسیار وسیع بود و اعتراضات روزهای شنبهشون تبدیل شده بود به یه عادت و خیلی به اصطلاح حرکات اجتماعی دیگه. اما این آشوبی که بپا شد در واقع این یه آشوب، یه بلوا، این بلوا اعتراض نبود، بلوا بود و این بلوا هیچی نبود جز نشون دادن همون ثمره اون نکبتی رو که شما تصویر کردید. این حاشیه‌هایی که هیچی ندارن. آخه اگه انتظار داشته باشی که مدرسه باید سوددهی داشته باشه یا مرکز بهداشتی سوددهی داشته باشه، خب نداره. اینا رو میبندن. قانون نئولیبرال، قانون بانکی آقای مکرون اینا رو میبنده. سارکوزی میبنده اینا رو. خب جوانی هیچی نداره و اینی که میگن مال خارجی به صدا اونه که سر صدا میکنن، حرفای بسیار مزخرفیه. ولی این جوان ها و بچه هایی که این آشوب رو به پا کردن اومدن میکن، خیلی اصلا به ندرت به نسل چهارمشون برمیگرده بینگه مثلا توی فرانسه نبودن و اصلا اون هم اصلا معیاری نیست. ولی همه شون فرانسوی هم. به عام به طور مطلق همه شون فرانسوی هستن و جوانه که تازگی نسل اولن باشم ندارن. اینو اگه بود سرسرا خیلی میکردن و تازه این اصلا مسئله نیست. مگه سارکوزی نسل اول به اصطلاح مهاجرینی بود به فرانسه، رئیس جمهور هم شد. یعنی این معیارهایی که اونجوری میذارن همش برای در واقع خاک تو چشم مردم کردن. چرا این جوونا الان که وقت مدرسه است تو مدرسه نیستن و ریختن دارن آشوب بپا میکنن، مدرسه نمیرن؟ چرا؟ برای اینکه مدرسه ندارن، برای اینکه معلم ندارن، برای اینکه کتاب ندارن، کتاب خون نشدن، برای اینکه محل تفریح ندارن، برای اینکه هیچی ندارن. این که شما اشاره کردید این که حاشیه ها رو نگه میدارن، بعد یک حاشیه ها رو فقیر باید نگه داشت که به ارزانترین حق به دستمزد قانع باشه و به دستمزدهای در واقع سیاه و کار سیاه، کارهای به نمیدونم ساعتی 2 یورویی قانع بشه، یعنی مجبور بشه، مجبور در گرسنگی نگه داشتن برای این کار. اما نتیجهش چی میشه؟ ممکنه برای مدت محدودی این کارها رو بکنن و همینطوری که برای تمام دنیا این کار کردن که دنیای جهان سوم در حاشیه هست برای نیروی کار ارزان و انتقال کارخونه های که احتیاج به کار یدی داره به جاهای دیگه و بهره‌گیری از اونا و تعطیل کردنش در کشورهای مونوپول. این تمام اینا رشته های حلقه های یک زنجیره که این آشوب ها رو وجود میاره و این آشوب ها هیچی نیست غیر از فقر و کمبود تمام امکانات زیستی که میشه تو فرانسه در نظر گرفت. به طور معمول جوانی که نتونه بره سینما میره سینما رو میشکنه، جوانی که حتی اونی که حمله میکنه براش هم فرق نکرده. واقعا نکته های دادم میدید که وحشتناک بود، فرقی نمیکنه براش، نمیدونم دکون بقال اون همسایش بیچارش باشه یا مکدونالد باشه یا فروشگاه بزرگ باشه. به لحظه انفجار رسیده، انفجاری که از همون بچگی همه آرزوهاش به اصطلاح سر خورده و سرکوب شده.
ما شاهدش هستیم در 2005 و 2006 هم این آشوبی دیگه بپا شد، ولی اون موقع میشد مقایسه کرد. در این حالی که این آشوب در حومه پاریس به خاطر یک جوان که از ترس پلیس به پشت یک ترانسفورماتور پناه برده بود و اونجا در برق فشار قوی کشتش، خود حرکت یا اتفاقی که باعث شد این حرکت اتفاق بیفته، بعد از مدتی اونم آشوب بود، آتیش زدن، ولی مقایسهش میشد کرد با اون به اصطلاح حرکت مدنی دانشجوهایی بود که علیه قانون کار بسیار وحشتناکی رو که گذاشته بودن که کارفرما بتونن به راحتی مدت آزمایش انتخاب به اصطلاح کارمند رو، کسی که دانشگاه فارغ التحصیل میشه صاحب کار، بتونه تا 3 سال بتونه اخراجش بکنه که قبلا مدت کار مثل که چند ماه بود، 3 ماه بود یا 1 سال یا حدر 1 سال رو 3 ماه بود و که بعد از 3 ماه باید صاحب کار تصمیم میگیره که این کس رو استخدام بکنه یا نه. اون 3 ماه به اصطلاح آزمایشی رو با سندیکا بهش پیوستن، اون موقع هم تظاهرات و مورد اتفاقا شدیدن مورد پشتیبانی مردم قرار گرفته بود، در حالت که نسبت به این آشوبی که برپا شده بود به شدت عکس عملشو میدادن. این کاملا درست بود، ولی الان متاسفانه اون حرکات مدنی هم افت کرده خیلی و این آشوب به خاطر همین وسایل ارتباط جمعی هم که وسیع شده خیلی خیلی چهره خودش رو نشون داد که هیچی درش نبود، هیچی، یعنی مطلقا نکته‌ای که به عنوان اعتراض بود چون هیچی نمیخواستن، من نرسیدن به سنی که چیزیم بخوام. من منظور اینه که این واقعا در باز کردن یک دومد چرکینه. این دومد چرکین همین وضعیت حکومت نئولیبرالیه که به تمام امکانات اجتماعی پشت کرده و همشو بر مبنای سود شخصی اونم سود کارخونه ها، سود بانک ها بسته و این وحشتناکه. و در کنارش چیزهایی که میبینیم، یکی خشونت آنچنانی پلیس مثل همون پلیس آمریکا که چجوری اون چیز رو سیاه‌پوست رو پاشو گذاشت تا کش و اینم یارو رو گرفته، در سالش بوده، تصدیق نداشته، زدی تو سرش، گرفتیش، ولی چرا با تیر میزنی تو سرش؟ وقتی که مشعوم بودن این حرکت وقتی بیشتر معلوم میشه، همین دو سه ماه پیش بود رئیس و پسر رهبر دست راستی، خیلی دست راستی، رأس افراطی فرانسه، یعنی زمور، پسرش در حال مستی پلیس گرفته، رسانه‌ای شد، همه گفتن پسر زمور در حال مستی گرفتن، خب در حال مستی گرفتن، خب گرفتن و بعد تصدیقش میگیرن یا هرچی اونا، ولی نمیکشنش که، بهش هم تلنگار رو نمیزنن، خب معلومه نبایدن بزنن، ولی این رو که در یک به اصطلاح حومه پاریس میگیرن به خودش اجازه میده که اینو بکشه. این نکته خیلی خیلی مهمه و وحشتناکه و بدتر از اون حالتی که دست راستی ها شلوغ میکنن که اینا مال مهاجرت فلان، هیچ کدوم از اینا مال نسل اوله، در واقع میشه گفت از نسل اول و دوم مهاجرت نیستن این بچه ها، ممکنه 3 نسل قبلشون 4 نسل قبلشون بوده باشن، بالاخره ایشون همشون اصلا به اصطلاح فرانسه یا سوش هم هستن. خب و این کلمه سوش بگن یعنی میگن خالص، اینا تو فرانسه اینجوری میگن، به کلمه که میگن خلص، مثلا تهرونی خلص بلانه، این خلص و سوش میگن، خلص فرانسوی هم زیاد، خیلی هم زیاد توشونه و اصلا مسئله بون نیست و چرندونه میگن. و وقتی که میبینیم
در واقع فرهنگ نادرست و نجات پرستانه رشد این به اسم نجات پرستی در جایی خودشو نشون میده که دادستان پاریس مجبور شده به اصطلاح مجبور شده که به عنوان قانون به اصطلاح قتل عمد این پلیس رو دستگیر بکنه و زندانش بکنه. قتل عمد برای اینکه اون بچه تنها نبوده، دوتا دوستش هم همراهش بودن که یکیش عکس گرفته، هم گوشیش دستش بود و عکس گرفته و کاملا بدون برو برگرد جرم محرزه و اون مجبور شده به عنوان قتل عمد. حالا البته خیلی ها پیدا میشن حتما با وکیلا و این وضعیت رو در واقع در روی های دادگستری از این حرفا رو میدونیم که چه کلک هایی ممکنه بزنن، طول بدن دادگاه رو، چی خیلی کار رو میتونن بکنن و از اون گذشته میبینیم که یه ده پیدا میشن برای کمک به قاتل، به همون پاسبونی که میگن اینا بیچاره مظلوم واقع شده، براش پول جمع کردن. همین تا دیروز اگر واقعا وحشتناک عددی که به وجود اومد، 600 هزار دلار یورو پول جمع کردن برای کمک به این برای نجات این به سرا پاسبان قاتل. اینجاست وحشتناکی. این پول همین آدمایی که تو خیابون وقتی تو راه میری راست را تو چشه نگاه میکنه، ممکنه سلام علیکم باش بکنی و لبخندش هم ببینی، چون فرانسه کشور در باب توریستی هم هست، این اخلاق رو دارن، رو خوش خندون هم ظاهر به قول معروف ظاهر خندون دارن و از پشت دیگه خود در واقع خود این یعنی این شما یه حمایت مالی که از در واقع پلیس قاتل انجام میشه و خود خشونتی که در واقع نشون میده بیش از هر چیز نشون میده که تبعیض‌های قومی و نژادی و طبقاتی چقدر و این نبود واقعا عدالت اجتماعی فقدانش چگونه این جامعه رو برانگیخته. شما از ببینید مثلا با همه اینا این آقای مکرون بعد از اینکه اومده، یعنی توجه هم حتی به 2005 و جریانات اعتراضاتی که اون موقع شد علیه در واقع این قوانین نئولیبرال نکرد و ببینیم که سن بازنشستگی از 62 سال داره به 64 سال آورد، بعد ماس بیاره، بعدم خودش هم در واقع تا حد زیادی دور زدن خود پارلمان توسط مکرون یه سری چیزا رو به وجود و دور زد پارلمان رو و به اصطلاح قابل اجرا کرد 62 سال میگه 65 سال بازنشستگی رو و این همین نتیجهش این میشه، یعنی همین از دلی این در برن و واقعا اصلا در این در واقع بلوا گوشه هایی یا همه ازش دروغ میسازن که میگن مسئله نمیدونم خارجی هست، همه شون فرانسوی هست بچه ها اگر باشن و تازه پدر بزرگاش و مادر همه فرانسوی هست، اصلا نمیشه این چیز کرد اونجوری تقسیم بندی کرد و حتی بهانه های به اونا داد، فقط اونا بهانه میگیرن، یعنی این نژاد پرستی و راسیزمی که در واقع برای قدرت حاکم قدرت نئولیبرال همه این افسانه ها رو دوباره میخواد زنده بکنه و این خطر خیلی بالایی میبینیم، فقط مربوط به همونطوری که اشاره کردیم به فرانسه هم نیست و این در واقع این بلبایی که در پاریس اتفاق افتاد نشانه، یعنی نشون میده که بله بلوا میشه و فردا روز ما در پایتخت های دیگه اروپا این برای من این سوال هست، یعنی میشه گفت سوال بسیارانی شاید هست، مثلا ما توی مدت های قبل که مثلا در ارتباط با اصلاح قانون بازنشستگی بود ما می‌بینیم که اعتراضات بسیاری میلیون ها نفر فرانسوی، میلیون ها نفر کارگر و مزدبگیر فرانسوی اومدن خیابان ها تظاهرات رو بزرگ کردن، اعتصاب کردن تو پالایشگاه، انبارای سوخت و اینا رو بستن، فرودگاه ها و
در واقع شبکه خدمات عمومی اینها تا حد زیادی مختل شد به واسطه اعتصابات. حتی بسیاری از میشه گفت که کامیون ها اومدن بزرگراه ها رو بستن به خاطر اعتراض به این سیاست های دولت چیز. چرا این حرکت های اعتصابی در واقع با این اعتراضات پیوند نمیخوره؟ شما این اعتراضات رو یعنی ببینیم که همشون هم به واسطه مسئله عدالته، مسئله عدالت اقتصادی، مسئله نبودش، مسئله سیاست های نئولیبرال وحشیانه که مدام زندگی مردم فقیر و کارگر و مزدبگیر رو زیر ضرب قرار میده و مردم رو بیشتر به حاشیه پرتاب میکنه. چرا این دو نمیتونن به هم پیوند بخورن؟ چرا مثلا اتحادیه ها اینقدر اتحادیه های کارگر از این با این حرکت ها زیاد همراهی نشون نمیدن؟ ضعیف شدن. آخه اینا احتیاج به کار داره، احتیاج به زندگی کردن داره. وقتی تمام زندگی 8 ساعت رو به شدت کار بکنی و تمام مشکلات و حتی بعضی کارهای فردی هم انجام بدن، وقتی نمیذاره اصلا. برای شرایط جهانی اینطوری شده، چپ چقدر ضعیف شده. آخه همین حزب کمونیستی در فرانسه و 25% رو داشت، الان به 2.5% میرسه، به 3% میرسه. همین حزب سوسیالیستش تازه بعدش اول زرد شد، نمیدونم صورتی بود زرد شد چی هست، الان به زیر 6% رسیده. به این مسئله و نمیدونم اون حزب نجات پرستی که حتی 1-2% هم نداشت، حالا به 20% رسیده. یعنی این رشد مرض اجتماعی جهانی هم از یه طرف هست. امیدوار نمیدون اینو واقعا از اون جواب فقط میتونه بگه این وحشت رو میبینه، اما کی این چارچوب رو خواهد ریخت و آیا راهی در این تشکل ها ما همش میچنه هم پیوند نمیخوره. ولی به اون آدم ها خودشون مراجعه بکن. چرا صحنه نبرد خیلی خیلی بیرمق شده. بیرمق شدن صحنه نبرد خیلی قابل توجهه. وقتی که میبینیم چند سال طول میکشه همین جلیق زهرا نمیتونن، واقعا هم نمیخوان. یه جوریه که من خارج از مسئله تعجب میکنم. وقتی سندیکا میخوان بهشون بپیوندن نمیذارن. و این خودش همین ادامه زندگی در واقع تفکری که تو زندگی فردگرایی 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 که فرهنگ سودپرستی فردی وضعیت فردی. اما وقتی تو به فکر زندگی اجتماعی نباشی فرد معنا نداره. این یادشون میره یا فرهنگ نئولیبرال این رو پرورده میکنه که تو هرچی بیشتر منتزه‌تر فردتر فردگراتر و دور بشی از مسائل اجتماعی و تجمع، از سوسیالیسم، از زندگی جمعی و زندگی فردی رو در زندگی جمعی نبینی. این قسمت، این میدان از مبارزه متاسفانه خالی شده در تمام دنیا و از جمله در فرانسه است که میبینیم که بعضی وقتا تبدیل میشه که اولا اشاره کردید به مسئله تو همین حال و هوا یهو سالگرده که هر ساله یه جلسه میگیرن مجاهدین، از همون اول گرفته بودن تو فرانسه و هر سال بهشون اجازه رو داشتن و محصادی گذاشتن و اجازه داشتن که یک برنامه بسیار بزرگی در یک استادیومی بگیرن و هزاران نفر رو دعوت بکنن. همه جا این امکانات رو در اختیار دارن، که تولیدی ندارن. این پول بهشون میدن و این ابزاری هستن که نشون میدن ما این ابزار رو داریم. این ابزار در مورد وضعیت به اصطلاح حرکت زینا که پیش اومد دیدیم نتونستن بیان میدون و داره جنسشون رو عرضه بکنن. جنسی نداشتن برای حرکت زینا بکنن. این بود که به پس حادثه فردانی جنبش زینا که میشتر ساکت شده و ظاهرن آرام شده دوباره اینا اومدن و اول اون اپوزیسیون سازهای آمریکایی اومده بودن رو
به نام جمهوری رضا پهلوی و کیو کیو کی و دعوتشون میکردن به فرانسه. الان دوباره اول به مجاهدین اجازه نمیدن، این بازی های لوس بیمزه رو بعد بهشون اجازه میدن و اون هم چه اجازه هایی. خود گرفتن همچین تجمعی با آدمایی که هر کدوم از این آدم ها رو که میگیم که اسم بردید جا به جا کردن اینا هر یه دونه شونم علاوه اینکه خودشون به هر صورت چقدر باید حق و قدم بگیرن، هزینه جا به جا کردن اینا کم نیست. اینا را رضا خدا کاری نمی کنن که، اینا کارشون اینه. کارو فکرش بکنی این همه بازی ها رو در میارن، سمبول بازی ها رو میکنن و خودشون هم میدونن. البته هیچ وقت چیزی مثل مجاهدین یا نمیدونم خانم فلان در آمریکا به جایی نمیرسه، ولی این رو میدونن. شما به خیلی نکته خوبی اشاره کردی، یعنی در واقع فرانسه ما رو باز در همون چارچوب فرانسه، شما به درستی گفتین، شما یه دفعه میبینی خود این اجلاس صورت گرفت، یه کسایی که اومدن، من اسامی رو آورده بودم، یعنی مثلا مایک پنس معاون آقای ترامپ، لیتراس نخست‌وزیر دست راستی چند ماهه انگلیس که اصلا به قول از خانم تاچر هم در ارتباط با برنامه‌های اقتصادیش وحشتناک‌تر بود که اینقدر رسوا شد نتونست چند ماه بمونه. بعد استفان هارپر محافظه‌کار کانادایی، یا خود مثلا پیامی که پومپئو براشون فرستاد، در کنارش هم ژان پیر برار و هرو سولینیاک که از مال نمایندگان مجلس فرانسه، یا کسایی که نخست وزیر اسبق بلژیک، یا یعنی کسانی اومدن که به قول چیزاش هم گفته خانم تراس، جالبه از این آورده که گفت که خیلی حکومت‌های خودکامه جسور شدن، جهان آزاد در برابرش اقدام کافی نکرده است. و شما و میگه که آره ما این جهان دموکراسی به اصطلاح در مورد تهدید سازش و مماشات نباید کرد. اینجا به قول یک بار ما یه زبان جنگ طلبانه روبروی، یعنی جنگ طلب ترین راست ترین جریانات میان پشت مجاهدین برای که میتونن یک نمایشی از قدرت رو در یه به اصطلاح نشون بدن برای مردمی که اصلا به هیچ کدام از این قدرت‌های خوشبختانه بین‌المللی نه باور دارن و نه اعتماد، چون سیاست استعماری دوره مشروطیت رو یادشونه که آخوندا یا میرفتن تو سفارت روسی می‌نشستن یا سفارت انگلیس. ایشون هم دقیقاً در همون راستای سیاست آخوندها که رفتن نشستن توی سفارت روس و انگلیس برای تحت فشار قرار دادن جنبش اعتراضی انقلابی مردم در اون دوره، و بعد در واقع حمایت از به اصطلاح سلطنت قاجاریه، الان اینها میخوان به اصطلاح سلطنت یا جمهوریت اسلامی دموکراتیک خانم رجبی، آقای رجبی رو بیارن اون برن در رقابت با سلطنتی که اومد رفت با نتانیاهو و امثال هم در واقع چیز اخوت بست، و میبینیم که یک رقابت واقعا نمیدونم بگم لوس یا یک رقابت وقیحانهی وجود داره برای جلب قدرت‌های بزرگ برای مداخله در سرنوشت، تعیین سرنوشت مردم ایران در آینده. انقلابی که مهساها و نیکساها و امثال هم نیکاها جان میدن براش، خدا نورها در واقع له میشن، توماجها و سپیده ها و اسماعیل ها در واقع شلاقش میخورن و زندانش میخورن، اینها میخوان گلهاش رو بچینن. چجوری میشه به این سیاست واقعا شاید آیت قرآن پاسخ داد؟ حالا اینا شاید اصلا خود اینا میدونه که اینا نیستن اینا رو بیارن سر کار. مهم اینه که این ابزاری که این شکلی این فیل های رو که هوا میکنن خوراکیه برای مرتجعینی که در داخل ایران هست، با اون اصلاح طلب و اون نیروهایی که بخوان بهشون بباورونن که و
بله این ماهاییم که همچین پشتیبانهایی داریم، در واقع بیشتر کاربردش برای به بیراه بردن حرکتی است که در ایران شروع شده و ادامه داره. یعنی ما خاموش شدنش رو نمیبینیم، ادامهش رو میبینیم به صورت دیگر. و این حال با این کارها که بخوان بکنن که بیراه بکشن که کسایی بگم آن توی ایران که همشون به اصطلاح جز انقلابیون یا کسایی که در اعتراض و برای به دست آوردن دنیایی پر از آرامش و صلح، همشون اینجوری نیستن. آدم های بی طرف، آدم های در واقع مرتجع، موضوعگیر، تمام اینا همشون هم هستن. و اینا در واقع نیروهای ضد حرکت اجتماعی، ضد انقلاب که بخواهیم اسمش ببریم، اینجور حرکاتی که در فرانسه اینجوری میشه، در واشنگتن با چیز منشور میذارن، فقط برای به بیراه بردن این به اصطلاح حرکت اجتماعی که بتونن همیشه سوارش بشن و به اصطلاح ارتباطی برقرار بکنن و هزینه بکنن. حالا هزینه که به اینجا به این ترتیب میکنن، حالا به این فرم در بردن. یه وقت بود هزینه ها رو مستقیم میکردن، مثل همون کاری که تو عراق کردن یا تو افغانستان کردن، و یه وقت هست به این ترتیب اون حالت براشون میسر نیست، فرم دیگه رو میگیرن. یعنی اینا برای اجرای تمام برنامه هایی که حرکت اجتماعی رو به انحراف بکشه کوتاهی نمی کنن. ولی اصلا آدمی مثل برنارد کوشنر یا هر کسی دیگه ای که نمونه ها شما در خاورمیانه دیدیم، احتیاج به این نداره که با دوباره آزمایششون بکنیم. ولی اینا مدام برنارد ها گرفته و تمام کسی دیگر دوباره میارن میتون ابزارشون همینه. اینی که فقط ما وظیفه این رویم که اینو افشا بکنم به این ترتیب. فعلا خود نفسن خود مجاهدینی که اگر بگیم مجاهدین اصلی بودن دیگر آن همه از 70 سال دوباره، این دیگه کاری از دستش برده میاد، چون سالهای ساله که دیگه به قول مرو به عنوان یک تشکل انتظار نمیشه، یعنی تصور نمیشه که اعضایی پیدا کرده باشن، ریزش کردن که گسترش پیدا نکردن، مخصوصا با جا به جایی هایی کردن از عراق به آلبانی، از آلبانی به این ترتیبی که میبینه همین پیروزا بود، چراغ سبز بهشون دادن تو آلبانی زدن، چقدر گرفتنشون و اردوگاهشون و با حقیران تا این حالتی به اصطلاح وسایلشون رو گرفتن، کامپیوترشون رو گرفتن، چی و چی و چی. بعد نمیدونی مثلا تو فرانسه بیا دوباره گل به صدا سرش بزنی، گل به سینش بزنی. این بازی که با اینا میکنن کارشون اینه. مهم اینه که ما نباید به دام این بازی ها بیفتیم مطلقا. و این بازی های کثیف رو میبینیم، متاسفانه کل فرهنگ دنیا افتی رو درش میبینیم، اون افتی که دنیای دیگری میخواست. و وقتی که سالهای 60 سال پیش میفتم، اون فضایی که همین سرمایه‌دار رو مجبور کرده بود که به اصطلاح اقتصاد کینز رو اجرا بکنه و به اصطلاح اقتصاد رفاه رو عنوان بکنه، نه به خاطر به اصطلاح خوبی جنسش یا اینکه دلش بره بیاد، مجبور بود بکنه، چون خاص عمومی، خاص آزادی خواهانه و رفاه عمومی بود که مجبور برش بکنه. که امیدواریم دوباره این موج‌های در واقع حرکت اجتماعی شکوفا بشه و دوباره گل بده. فقط همین هست. بلا بقیهش غیر از یک بازی های تکراری میشه به قول شما گفتیم هم گفتم لوس، هیچی دیگه درش نیست. نمونه ای از متاسفانه درسم نمیگیرن، یعنی که پیوستن و توسل به امامزاده های قدرت های بزرگ
که از اینها به عنوان فقط کارت‌های بازیشون بازی‌هاشون استفاده میکنن، هیچ درسی هم نمیگیرن. هم در درسش همینه و درسش همینه که مدام موجودیتشون دقیقاً در بنگاه اینه دیگه، بنگاه سیاسی یعنی حرکت سیاسی نیست، بنگاه سیاسی جنسش هم اینه، جنسش هم زدوبنده، جنسش هم اینه، کارش اینه، متدش اینه، جنسش اینه و واقعاً نشون میده که و هیچ ربطی به جنبش دادخواهی، جنبش عدالت، جنبش آزادی و برابری و دموکراسی کشور ما نداره. دقیقاً اینا دقیقاً یعنی به قولی چگونه میخوای به قدرت برسی تا بگم چگونه حکومت خواهی کرد؟ از طریق قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های استعماری به قدرت برسن و راسترینشون و نشون میده که به اونها پاسخ خواهند داد اگر در صورت به قدرت رسیدن، که این هم به اصطلاح در این جهان ما چیز بعیدی است و این متاسفانه جز قربانیان بیشتر چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد. درود بر شما عزیزم و شما بینندگان عزیز برنامه برگ تاریخ که به این برنامه توجه کردید، براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو میکنیم. شاد باشید.